راست بار گفتم که من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو راست بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. البته این صدای دلانگیز و مرغولدار رو شنختید. آره، احمد ظاهری ناتکرار است و شاید متن ترانه او را نیز دانید که مال کدام شاعر است. بله، این همان غزل مشهور شاعری شیرین کلام تاجیک میرزا ترسونزاده است. ولی چگونه آن دسترس آوازخوانی معروف گردیده است شاید ندانید. پس گوش میدهیم به سخن عالم و آوازخوان تاجیک جورابیک نظری که میانه سالهای 70 عصر گذشته در پایتخت افغانستان شهر کابل به حیث ترجمان ایفای وظیفه نموده است. مهمان شهباز جان بودیم با احمد ظاهر و یک دوست احمد ظاهر با نام داوود. تا نصف شب ما سرودخوانی کردیم تا ساعت 12 یک شب. از وقت خداحافظی شهباز و مهری نیسا کتاب مشاعره اگر یادتون باشه در تاجیکستان چاپ شده بود تحفه کردیم به احمد ظاهر. کتاب داده بودیم و من پیشنهاد کردم که گفتم انا ظاهر جان یک چیز شما هم یک صحیفه باز میکنی هر شعری که بیرون اومد به همون آهنگ میبنده و میخونه. اونم کتاب که باز کرد همین شعر مشهور استاد ترسونزاده ترا صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست و غیره همین شعر برآمد. شاعر خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده را زیایان سالهای 70 عصر گذشته در افغانستان خوب میشناختند و برایش نامه نیز مینوشتند و حتی در لباس نظم گو سلامم شاعری آزاده را شاغلی میرزای ترسونزاده را. آوازخوان در آن سالها خیلی معروف افغان، دارنده جایزه بین المللی صدای طلایی و اولین خواننده ترانه مشهور و جاوید ای ساربان آهستران کاران جانم می رود. عبدالجلیل زلان یک غزل دیگری میرزا ترسونزاده را که مطلعش چون نهادم پای خود را بر سر خاک وطن بارها بوسیدم از رخساره پاک وطن می باشد خیلی صمیمی می خواند. دمش بارها بوسیدمش رخساره پاک وطن چون نهادم پای خود را بر سر خاک وطن چون نهادم پای خود را بر سر خاک وطن اشعار شاعران تاجیک اساساً با دو راه دسترس آوازخوان‌های افغانی می‌گردید. نخست توسط متخصصین تاجیکستان که در افغانستان کار می‌کردند و بعداً هنگامی سفرهای هنریشان به تاجیکستان خود آوازخوان‌های افغانی از شاعران تاجیک خواهش می‌کردند که با آنها همکاری نمایند و یا اشعار خود را به آنها دهند. مثلا سال‌های 80 عصر گذشته بین شاعر مشهور تاجیک بازار صابر و آوازخوان شناخته افغان احمد مرید همکاری خیلی جالبی صورت گرفت. چندین محفل های با اشتراک بازار صابر و احمد موری در دوشنبه برپا گردیدند که در آنها آوازخوان افغانی ترانه های بر متن اشعار این شاعر شهر ایجاد کرده اش را می سرود. استاد بازار صابر در صحبت با ما چگونه آغاز یافتن این همکاری را چنین شهر داد. احمد موری در نمیشناختم نمیدانستم این مشناسای ما با احمد موری با واسطه ترجمان ها صورت گرفت. ترجمان هایی که در افغانستان کار میکرد تو بیمارم همین ترجمان برده است در افغانستان به همین احمد مورید خوانده است. خب بخط روسی بود احمد مورید خوانده نمیتوانی احمد مورید معکول شده خوش آمده گفته که بیا من همین ها آهنگ میسازم. من بعد همین احمد مورید اول یک شعر دا آهنگ بسته بود همون شعری که نامه ها یاد را کشادم بر هوا سر دادم از دست تا شوند ابر بهاری نامه های یادگاری بر سری تلها بگیریند چشمه و دریا بگیریند نامه ها بر ما بگیریند
همین خیلطک شروع در گوابیش اما نگیریفته و آهان قصده بودیم مردار عبدالله قادری در بین شعرهای تاجیک همچون شاعری ترانه نویس مشهور است. او نخستین ترانه خود ای نگار نازنین را در سن 18 سالگیش در همکاری با آهنگساز امنون بابا دوستوف 50 سال مقدم نوشته است. باید گفت که این ترانه بعداً در افغانستان و ایران خیلی مشهور گردید. سال 1978 در تهران مجموعه با نام 500 ترانه بهترین ایران زمین به طبع می‌رسد که همان شعر عبدالله قادری و آن کتاب بدون نام بردن از مؤلف داخل کرده می‌شود. این ترانه را تعداد زیادی آوازخوان‌های شناخته افغانی و ایرانی خواندند ولی به گفته عبدالله قادری آن در اجرای عبدالرحیم ساربان دلانگیزتر صدا می‌دهد. وقتهای آخر برخی از آوازخوان‌های افغانی به خواندن دو بیتی و رباعی‌های شادروان لایق شیرعلی میل کردند. میر مفتون خواننده ترانه‌های مردمی بدخشان. عمرم با قلم زی آستانی تو گذشت شد مرغی دلم زی آشیانی تو گذشت بویم دگر گذشت لایق ز جهانه مقصد بدان کی از جهانی تو گذشت مقصد بدانی از جهانی تو گذشتی آوازخوان جوان و امیدبخش جاوید شریف در آلبوم به نزدیکی نشر نموده خود چندین ربایی و دو بیتی های استاد لایق را در ترانه های تازه خیش جای داده است. نوشتن ما که در سری گذشتیم از شاعر بسیار خوب و بزرگ تاجکستان مرحوم پیلای شیر علی اشار گفتیم بسیار اشار شیوی نارد البته دو بیتی های شعر بسیار میکنم در ترانه نوهم دهم یا دهم همیشه با لبه پرخنده باشی دعایت میکنم فرخنده باشی همیشه با لبه پرخنده باشی با اون حسن پایم بر آفرینه مرا کشتی الهی زنده باشی دختر کابل هستی شاخه پلگل هستی در خاطر همین رو باید گفت که اگر در آینده کتاب ترانه های شعرهای تاجیک با حروف عربی به نشر برسد و اون دسترس هنرمندان افغان بگردد حتما به منفعت جانب ها و علاقه‌مندان شعر و موسیقی خواهد بود.